قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادواردز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود و روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه، یکی از تکنسین‌ها سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آزمایش خراب شد. مورفی درباره این تکنسین گفت: اگر یک راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشد، او همان یک راه را پیدا می کند و این اولین قانون مورفی بود. قوانین مورفی ابتدا در فرهنگ فنی مهندسین رواج پیدا کرد و بعد به فرهنگ عامه راه پیدا کرد. در این ویدیو از کانال یوتیوب زنیکس تیوی قوانین مورفی را برایتان بازگو خواهیم کرد. قبل از شروع به این نکته اشاره می کنیم که اگر به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شده اید، کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. برخی از قوانین مورفی. قوانین اولیه. 1. هیچ چیزی به آن آسانی که به نظر می رسد نیست. 2. هر چیزی بیش از آن حدی که تصور می شود طول خواهد کشید. 3. چیزی که ممکن است خراب شود، خراب می شود. 4. اگر احتمال خراب شدن چند چیز وجود داشته باشد، آن یکی خراب می شود که بیشترین خسارت را می زند. در نتیجه، اگر بدترین زمان خراب شدن برای چیزی وجود داشته باشد، در همان زمان خراب می شود. 5. اگر چیزی قابل خراب شدن نباشد، پس حتما خراب می شود. 6. اگر پیش بینی می کنید که 4 احتمال برای خراب شدن چیزی وجود دارد و از قبل تمهیدی برای آنها اندیشیده اید، پس حتما راه پنجمی به طور غیر منتظره به وقوع می پیوندد. 7. وقایع خود به خود تمایل به بدتر شدن دارند. 8. اگر به نظر می آید که همه چیز به خوبی پیش می رود، پس حتما از چیزی صرف نظر کرده اید. 9. طبیعت همیشه طرفدار خرابی های پنهان است. 10. طبیعت یک حرامزاده است. 11. غیر ممکن است که چیزی را بی خدشه ساخت، چون احمق ها نابغه اند. 12. هرگاه برنامه ریزی کنی که چیزی را انجام دهی، حتما چیز دیگری به وجود می آید که باید قبلش انجام دهی. 13. هر راه حلی مسائل جدیدی را به وجود می آورد. 14. احتمال آن که یک شیء آسیب ببیند نسبت مستقیمی با ارزش آن دارد. 15. هرگاه جسم با ارزشی از دست شما به زمین می افتد، به غیر قابل دسترس ترین مکان می رود. حلقه برلیان یا داخل سطل زباله می افتد و یا در چاه فاضلاب. 16. هرگاه دنبال چیزی می گردید، همیشه در آخرین مکانی که آن را جستجو می کنید می یابیدش. 17. اهمیتی ندارد که شما به چه اندازه دنبال جنسی بگردید. به محض آنکه آن را می خرید، آن را در مغازه دیگر ارزان تر خواهید یافت. 18. زمانی که دستگاه معیوب خود را نزد تعمیرکار می برید، کاملاً بی عیب و درست کار خواهد کرد. 19. هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی است یا غیر اخلاقی و یا چاق کننده. 20. اگر در توده یا کوپه‌ای به دنبال چیزی بگردید، حتما آن چیز در ته قرار گرفته است. 21. وسایل نقلیه مثل اتوبوس و هواپیما و قطار دیرتر از موعد حرکت می کنند، مگر آنکه شما دیر برسید. در آن صورت حتما سر موقع حرکت کردند. 22. 80% امتحانات پایان ترم بر اساس کلاسی است که در آن غایب بوده ای. 23. در صورتی که شانس انجام درست یک کار 50-50 باشد، احتمال غلط انجام دادن آن 90% است. 24. هر کسی می تواند مدرک دانشگاهی بگیرد، اما صاحب عقل نخواهد شد. 25. زباله از خلع بیزار است. آنقدر انباشته می شود تا فضای موجود را پر کند. 26.
هرگاه کفش نو را برای اولین بار به پا کنید، همه پایشان را روی آن خواهند گذاشت. 27. زمانی که می خواهید لکه روی شیشه پنجره را پاک کنید، همیشه لکه سمت دیگر شیشه می باشد. 28. قانون بقای کثیفی. برای تمیز کردن هر چیزی، چیز دیگری باید کثیف شود. 29. اگر امری احتمال دارد اتفاق بیفتد و خیلی هم خوشایند باشد، هرگز اتفاق نخواهد افتاد. 30. اگر حق با شما باشد، هیچ کس حرف شما را باور نخواهد کرد. 31. قوانین مانند تار عنکبوت هستند. تنها افراد ضعیف و فقیران به دام آن می افتند، در صورتی که ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره کرده و می گریزند. 32. دو عنصر در طبیعت فراوان هستند، یکی هیدروژن و دیگری حماقت. 33. جاده رسیدن به موفقیت همواره در دست ساخت است. هرگاه چیزی را دور بیاندازید، به محض آنکه دیگر به آن دسترسی نداشته باشید، به آن نیاز پیدا خواهید کرد. 34. کار تیمی همواره ضروری می باشد، چون به شما اجازه می دهد تا در صورت بروز مشکل فرد دیگری را نکوهش کنید. 35. احتمال آن که طرف نانی که به آن کره مالیده شده است روی فرش بیفتد نسبت مستقیم دارد با قیمت فرش. 36. شما هیچگاه نمی توانید با نگاه کردن به خطوط راه آهن بگویید که قطار از کدام سمت خواهد آمد. 37. ماشینی که روبروی شما در حرکت است، همیشه سرعتش از شما کمتر است. 38. هرچه عقیده‌ای مسخره تر باشد، احتمال موفقیت آن بیشتر است. 39. افرادی که می توانند بهترین نصیحت ها را بکنند، نصیحت نمی کنند. 40. دود سیگار همواره به طرف افراد غیر سیگاری حرکت خواهد کرد، بدون توجه به سمت وزش باد. 41. جای پارک مناسب همیشه سمت دیگر خیابان است. 42. برای هر عملی یک انتقاد برابر و مخالف آن وجود دارد. 43. دوستان می آیند و می روند، اما دشمنان انباش نمی شوند. 44. هرگاه به دروغ به رئیس خود بگویید که علت تأخیر شما پنچر شدن چرخ ماشینتان بوده، روز بعد چرخ ماشین شما پنچر خواهد شد. 45. تقریبا داخل شدن به کاری از خارج شدن از آن آسان تر است. هیچ چیز هیچگاه بهتر نشده و نخواهد شد. قوانین اتوبوسی مورفی. اگر تو دیرت شده، اتوبوس هم دیر می آید. اگر زود برسی، اتوبوس دیر می آید. اگر دیر برسی، اتوبوس زود رسیده است. اگر بلیط نداشته باشی، پول خورد هم نداری. وقتی پول خورد داری که بلیط هم داری. هرچه بیشتر از راننده بپرسی که کدام ایستگاه باید پیاده شوی، احتمال اینکه درست راه نمایت کند کمتر خواهد شد. مدت زیادی منتظر اتوبوس میمانی و خبری نیست، پس سیگاری روشن میکنی. به محض روشن شدن سیگار، اتوبوس میرسد. به عبارت ساده، اگر سیگار را روشن کنی، اتوبوس میرسد. اگر برای زودتر رسیدن اتوبوس سیگار را روشن کنی، اتوبوس دیرتر میآید. اگر هوا سرد یا بارانی است یا هر دو، اتوبوس دیر خواهد آمد. اگر فکر می کنید که زمان کافی برای رسیدن به اتوبوس دارید، حتما جدول زمانی اتوبوس را اشتباه خوانده اید. اگر شما پول خورد ندارید، راننده هم همینطور است. اتوبوسی که شما برنامه ریزی کرده اید تا سوارش شوید، معمولاً 5 دقیقه زود می آید و شما به آن نمی رسید. اتوبوسی که به آن می رسید معمولاً 15 دقیقه دیر می آید. قوانین عشق. همه ی خوشگل ها رو گرفتند. اگر نگرفته باشند، یک جای کار می لنگد. هرچه خوشگل تر، دورتر.
علاقه شما به هر کس با معکوس علاقه او به شما نسبت مستقیم دارد. وقتی همسر یک مرد با او به تفاهم میرسد که از گوش کردن به او دست بردارد. چیزهایی که یک زن را بیش از هر چیز دیگری به مردی جذب میکند همانهایی هستند که چند سال بعد بیشترین تنفر را از آنها خواهد داشت. قوانین مادرانه. مادرها در دو موقعیت شما را نصیحت میکنند. وقتی که به آن نیاز دارید و وقتی که به آن نیاز ندارید. انجام دادن هر کاری از طرف شما با انتقاد مادرتان مواجه می شود. حتی انجام ندادن هیچ کاری هم. هرچه بزرگتر بشوی، برای مادر بچه تری. مادرها همیشه می توانند یک راه بهتر برای انجام دادن کارها نشان دهند. منتها بعد از آنکه کار تمام شد. هرگاه فکر کردید راضی دارید که مادرتان نمی داند، به یاد بیاورید که او پوشک شما را عوض می کرده. قوانین نظامی. هرگز یک سنگر را با کسی که از تو قوی تر است تقسیم نکن. اگر افسر مافوق تو را می بیند، پس دشمن هم تو را می بیند. اگر در جبهه در حال خوب پیشرفت کردنی، حتما به سمت دام دشمن می روی. اگر نیاز داری که همین الان با افسر مافوق خود صحبت کنی، یک چرت بزن. قوانین تکنولوژی. منطق عبارت است از یک روش سیستماتیک برای رسیدن به یک نتیجه غلط. تمامی اکتشافات و اختراع‌های بزرگ دنیا بر اثر اشتباه به وجود آمدند. مهمترین ایمیلی را که می‌خواهی بگیری، گم می‌شود. اگر یک برنامه کامپیوتری به درد نخورد، باید آن را مستند کرد. اگر یک برنامه کامپیوتری مفید باشد، باید آن را عوض کرد. در اجرای پروژه، مهم نیست چقدر منابع در اختیار دارید، به هر حال کم است. قوانین گرافیکی مورفی. دیسک مشتری در سیستم تو خوانده نمی شود. اگر برای خواندن آن نرم افزار پیچیده ای روی سیستمت نصب کنی، آخرین باری خواهد بود که چنین دیسکی به دستت می رسد. اگر سه طرح را نشان مشتری بدهی، طرحی را انتخاب می کند که انتخاب آخر توست. اگر دو طرح را نشان بدهی، خواهان طرح سوم است. اگر طرح سومی را ارائه کنی، یکی از دو طرح اول را انتخاب می کند. قوانین جاذبه مورفی. شیء در حال سقوط همیشه جایی فرود می آید که بیشترین ضربه را بزند. قطره رنگ همیشه سوراخی در روزنامه پیدا می کند تا روی فرش بچکد. تا زمانی هم که خشک نشده دیده نمی شود. قوانین مورفی در خیاطی. وقتی که 6 دکمه احتیاج دارید، حد اکثر 5 دکمه در قوطی دکمه ها پیدا خواهید کرد. وقتی عجله دارید، سوراخ سوزن بیش از اندازه کوچک است. معمولاً پارچه ای را که فراموش می کنید قبل از دوختن بشویید تا آب برود، همانی است که خیلی آب می رود. سوزن گم شده همیشه توسط همسر یا فرزندتان وقتی که با پای برهنه در حال راه رفتن در اتاق هستند پیدا می شود. اتو لباس را نمی سوزاند مگر در آخرین پرس. اتوی بخار شما بخار همراه با زنگ آهن را فقط روی لباس‌های ابریشمی سبک تخلیه می‌کند. قوانین مورفی در عکاسی. اگر چیزی یادتان نمی‌آید، پس فیلم عکاسی را در خانه جا گذاشته اید. همیشه مهمترین حلقه فیلم تار می‌شود. هیچ عکاس روزنامه‌نگاری خوش لباس نیست. هیچ عکاس خوش لباسی عکاس روزنامه نیست. بهترین صحنه ها برای عکاسی از طبیعت زمانی به وجود می آید که شما آماده نیستید. یک لنز تمیز و خشک مثل آهن ربایی برای غبار و رطوبت است. فلسفه مورفی. لبخند بزن، فردا روز بدتری است. سرنوشت آقای مورفی چه شد؟ شبی در یک بزرگراه سوخت ماشین آقای مورفی تمام می شود. در آن شب در بزرگراه ترافیک بوده و ماشین‌ها با سرعت کمی راه می‌رفتند. آقای مورفی در کنار بزرگراه توقف می‌کند تا بقیه مسیر را با تاکسی برود.
او در کنار بزرگراه ایستاده بود که ناگهان ماشین یک توریست انگلیسی که خلاف جهت حرکت می کرده به او برخورد می کند و او کشته می شود. اتفاقا او در آن روز لباس سفیدی پوشیده بود. تصور کنید لباس سفیدی پوشیده باشید و در کنار یک بزرگراه شلوغ ایستاده باشید و بعد توسط ماشینی که در جهت خلاف حرکت می کرده کشته شوید. احتمالاً موقع جان دادن این جمله معروف روی لبش بوده. اگر راهی برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشد، او همان یک راه را پیدا خواهد کرد. کانال یوتیوب زنیکس تیوی رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید.